زدن، هم عراق زدن، هر دو تا کشور زدن، لاتو پر کردن. بعد خدا مردم بگره بیشتر همین کردای ما رو، هم وطنان تاریخی ما رو زدن، داغون کردن و کشتن و ادامه داری. یعنی آقا برو کش که تو به سبسه دلی. هنوز تو هوام پیما بود رجب طیب اردوان، گفت این تو جاسوس اسرائیلی، تو آمریکایی هستی، نبایدی کاری بکنی، کار اونا شکنه. تو هوام پیما بود، هم عراق هم اونجا زدن. از اون طرف اینا فکر کردن همونجا بدون رضایت جمهوری اسلامی زدن، با رضایت جمهوری اسلامی زدن. ساخت پاک بود. ساخت پاک چیه؟ بده بستان، بده بستان بیزنس. میگن آقا حالا تو حرفات بزن سه داری، هرچه زیر داری بزن، ما میریم هم عراق میزنیم هم سوریه. خب تو چی میخوای عراق سه داری؟ نگاه کن سه داری، یه چیز ما بهت میدیم. چی؟ 23 جولای مجاهدین خلق نشست جهانی دارن. راستی آره، ولی با اینترنت، با زوم. ما کار میکنم که زومشون برگزار نشه، ولی اونایی که میخوایم اون میزنیم. این معامله اوکی. آقا مجاهدین خلق از چند ماه پیش تدارک دیده بودن، چون میدونید سابق اونجا تو ویلپند یک استادیوم ورزشی جمع میشدن چند هزار نفر، شخصیت‌های آمریکایی و آمریکایی اینا میوردن. اینا یکی دو سه ساله که اینا رو نذاشتن اینکه کار بکنه، حتی گفتن اینکه می‌خواد ترور کنه و بمب بذاره و یارو گرفتن، بعد دعواش میدونید. اینا آمدن یکی دو سال که اجرا نشد، امسال میخواستن با زوم این کارو بکنن. با زوم، حتی با یک تلفن دستی تو هر جای دنیا باشی میتونی زومتو فعال کنی و چندین هزار نفر رو با چند تا دستگاه تلفن دستی حتی بیاره و کارتو بکنی. یعنی کار نیست که نشه بکنی، بیان مزاحمت بشن. ولی یهو آمریکا اعلام کرد که در آلبانی امنیت نیست. من به هموطنان خودمون مثل همون سراتور پناتورهایی که میخواستن برن مثل پنس و مثل پومپئو و اینا، گفت میگم که امنیت ندارید شما. اون که حتی خونه شون میدونستن بازون برن، لازم رو پاشن برن حتی خونه بازون. آمریکا که اعلام نرداد، آلبانی هم یهو گفت بله بی مجاهدین خلق گفت امنیت نیست. آقا برنامه شون کنسل شد. عقلم جور در نمیاد، عقل جور در نمیاد، چون میتونه تو یک خونه ناشناسی ده تا دستگاه کامپیوتر و تلفن بذارید این کارو بکنید. خیلی راحت هر کسی تو خونه خودش کار بکنه. مثل دوران کرونا اصلا زمال همیه. ولی این ساخت و پاختی بود که جوری اینا، این زمینه است. من به بچه ها بگم مواظب خودتون باشین، این زمینه است. ترکیه رجب طیب اردوان مشخصا مسئولی قضیه میشه که رئیس جمهور آلبانی تماس بگیره و به بایدن هم بگه، بگه که آقا تو این رو بگو، تو این رو به رئیس جمهور آلبانی هم آقا جلوی اینا رو بگیر. چون روابط آلبانی با ترکیه از زمان انور خوجه اینا روابط بوده، چه حالا این دولت جدید. بعد اینا بنده خود با یک چمدون دلار همه کار میکنن. حالا این با این کار، همونی که قبلا هم بارها گفته شد، این سرویس های امنیتی خودشون بگه، این الان یه احتمال است که اینا تا چیزهای آینده است اصلا وارد عملیات نظامی بشن برای سر نابودی اینها. چون این کانون های شورشی که ساخته شده و تو کانون های شورشی هر روز درگیری و فلان و بیسار و اینا، الان هم که دیگه کانون های شورشی چند میلیونی، اینا دارن دفاع میکنن مردم ایران از مردم ایران، از کسایی رو که گشت ارشاد اینا میگیره میزنه، مردم میرن تو میدون دفاع میکنن میزننشون. خب برای رژیم اینا خطرناکه، نمیذاره. و اینجوری ما میبینیم که اینها شوربختانه دارن در اتحاد جهانی همشون دستاشون تو دست همه، ولی ایران رو یک طرف خرپرور کردن و اون طرف رو چیز دیگه. بعد از اون طرف چون میدونن که آیین اوستا و این زرتشت در سرتاسر دنیا نفوذ کرده و من سپاسگزار مهرامه عزیزانم هستم در سرتاسر جهان آریایی، میان تبلیغات علیه این آیین و این فرهنگ و این فلسفه این زندگی را میدازن. هی برای منم میفرستن و میفرستن آقا نزدیکا و اقربای خودشون عروسی میکنن این زرتشت. اینا دروغه، اینا دروغه. حتی اگر یک نویسنده و شاعر بزرگ و عارف بزرگی در طول تاریخ اومدن به اسمش چیزی نوشتن، به اسمش که مال خودش هم نبوده، اینا همه دروغهایی که بستن. تا همی الان همین چند تاشو نشون دادم، آخونده میره مال منبر این مزخرفات میگه، این چرندیات دروغی که میگه که یه بچه 5 ساله نمیپذیره. خب اینا این اشعار رو میذاره، یک دو تا خبر هم میذاره که اینا با نزدیکان خودشون ازدواج کرده و میگه این دروغه. اینا
چنین چیزی وجود نداشته و نداره. سادات تازی و روحانیت در طول تاریخ متحد بودن، چون اصلشون بمونه، اصلشون که بمونه، اینا چی میکنن؟ برای موندن اصلشون میان دروغ میگن، چون آیین اوستا آیین کهن آریایی است. اینا که اومدن تو مملکت که اوستایی نیستن، آیین سیدن، اینا سیدن و از عربستان آمدن توی ایران. حتی عراق هم ایرانک ایران بوده، حالا از عربستان همش هم شد، اما بده همش هم سید فرنا. این سیده که اصلا دشمن من، اصلا از هزاران سال پیش و از 1400 سال پیش مشخصا برای نابودی ما اومدن عزیزان من. اینها که حرفاشون قابل اعتماد نیست. از طرفی یک نکته خیلی مهم، وقتی تازیه بیرون حمله میکردن، هم درس جدید خوب گوش کنید، ایرانی ها میرفتن جمع میشدن در 20-30 خانوار توی یک خانه، توی یک کاخ، توی قصر، توی یک ده زندگی میکردن که امنیت داشته باشن، که میخواد جزیه بده یه خونه بده برای 10 خانوار. عمه، عمو، خاله، دایی، عروس و داماد و بچه همه توی خونه جمع میشدن. رئیس او خانواده پدر خانواده بود، مثل این پدر سالار فیلم گذاشتن، این پدر رئیس او خانواده بود. اینا که از بیرون احمقا میدیدن فیلم کردن، این پدر، این مادر، تمام اینها بچه های اینا و تمام بچه ها با هم ازدواج کنن. نه، پسر دایی، پسر عمه، پسر خاله، اینا بوده ازدواج بین خودشون، ولی در یک ده، در یک کاخ حتی بودن. نمونه اینه برای که خوب بفهمید، من خواهش میکنم برید یه فیلمی رو ببینید. این فیلم هندیست، اسمش هست یواش یواش سانسور میشود. یواش یواش سانسور میشود نشون میده که توی خونه همه جمعن، همه، ولی عمو و عموزاده و خاله و خالزاده و دایی و دایزاده از بیرون هر کی میره فکر کنه همه خواهر برادرن. این نکته مهمه، درسی که بهتون دادم کوتاه گفتم، بر شماست که به تحقیق کنید، بیشتر باز کنید و نگذارید افترا و دروغ و تهمت به آیین اوستا، آیین زرتشت بندازن، تهمت به پای ما بندازن و بگن که اینها با نزدیکان خودشون ازدواج کرده میکنن. نه، دروغی این یادتون نره، ولی با فامیل خودشون، عمو عموزاده فلان میکردن، چون میخواستن نسل بین خودشون رشد پیدا کنه. ولی اون چور که میگن از یک پدر مادر، مثل که مسلمان ها و دیگران میگن که اینا از آدم و حوا هستن، همه شون بچه های پدر مادر ها، خودشون هستن، ما نیستیم. ما متمدن بودیم، تمدن داشتیم، فرهنگ داشتیم، آیین داشتیم، پزشکی میدانستیم، خیلی چیزا. و بعدم الان یادتون نره عزیزان من، خیلی اینه که من یه حرف رو میزنه، یارو فکل داره، کرواتیه، استاد دانشگاه است، به اسلام هم توهین میکنه، فحش میده، هوادار شایی هم خودش میگه، اینا همه کلکاییه، دروغ میگه که یک کلک شکار بندازه زدن آیین اوستا. شما زرنگ باشید، آدم متفکر و اندیشمند و دانا همینی که سیاوش اوستا دو دقیقه به شما گفت رو اگر نمیدونست از الان میفهمه، عذرخواهی میکنه. ولی اگر ادامه دادن اینجور کارها رو، همینی که بهتون گفتم، اینها سعادت تازیست. دو طایفه دشمن تاریخی ما هستن، همونجور که برای شاه دروغ جعل کردن که آقا مته مینداخته تو کله اون، که بعد همه اومدن اعتراف کردن که دروغ گفتن برای که شاه رو سرنگون کنن. چه دروغایی ساختم؟ چه دروغایی ساختم؟ سینما رکسم رفتن آتش زدم نکردم؟ خب الان همینا برای که آیین اوستا رو در تاریخ و چه از قدیم هم بوده، یارو موسیقیدان بزرگ بوده، عارف بزرگ بوده، شاعر بزرگ بوده، این اومده و چرت و پرت به نامش گذاشتن تو تاریخ، اینها معتبر نیست عزیزان من. باز به پایان برنامه میرسیم. پروانه میخوام ازتون که دستان گرم همه شما رو بفشارم و درود بفرستم به مهربان یار گرامی، برادرم مهندس امیر شجره، دبیرکل تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر در پناه اهورا مزدا، خداوند دانایی و توانایی باشید. هر تکه این سخنان رو بایستی پخش کنید، روزانه روشنگری کنید در سطح جهانی عزیزان من. هفته پیش به من نشون دادن 1,800,000 نفر در ماه گذشته ما رو دیده بودن توی یکی از حسابامون. من سپاسگزار شما هستم. ما به این کنتورهای جعلی اهمیت نمیدیم. Suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui,
depuis 2015 ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et internationales chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زارزار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخ‌گوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمرین، فردا که از این دل کهن در گذری. با 7000 سالگان سر به سری، فردا که از این دل کهن در گذری، قاضی در گوشی به خیام گفت این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنم. تا به پا خیزد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب او میگوید تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضرب شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند من باده خورم ولیک مستی نکنم، الا به قدح دراز دستی نکنم، دانی در ازم زمی پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میداد امروز که حکیم بزرگوار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد
تا در دفاع از او سخن بگوید.